262 سلام. نه عشان آوردم بالا یا نه؟ بگو 262. سلام، صدا میاد؟ بله صدا میاد؟ خب سلام. بله میاد. یه چیزی من در مورد اون استدلالت که گفتی، مثلا احتمال اون دوتا تاسی که گفتی، یک روی 36، حالا چه جفت 6 بیاد، چه جفت 2 بیاد، چه یکی 2 یکی 3 بیاد، و فرق نمی کنه، ما هر یونیورس دیگه ای هم، هر عالم دیگه ای هم فرض کنیم، احتمالش همینقدر، یعنی این عالم هر چی می شد احتمالش دقیقا همینقدر بود که الان شده. خب این استدلالت البته به نفع کسایی بود که در واقع به نظرم داشتن دفاع میکنن از اینکه خدایی وجود داره، چون بین مثلا 1 میلیارد حالت ممکن، دقیقا اون حالت خاصی که مد نظر ماست، اون حالتی که خوبه و اون حالتی که نظم رو نشون میده اتفاق بیفته، به نظرم در واقع، یعنی میگه احتمالش همون قدره که یه حالت بی نظم، یه حالت بی قانون، یه حالت که بدون هیچی احتمالش هست، پس به نفع اوناست، یعنی که اونا میتونن بگن خب شما یه چیزی که احتمالش خیلی کم اتفاق افتاده، پس خدای وجود داره. البته من مخالف این استدلالم، من مخالف این استدلالم، ولی میگم حرف تو اشتباه، شما متوجه نشید، شما متوجه ببین، من میگم هر اتفاقی که بر اساس این روش محاسبه، ببینید ما یا بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، چون تو دنیای احتمالات بر اساس نقص ما توی اطلاعاتمونه، میدونی نظرم چه، یعنی ما اگه قابلیت اینو داشتیم که جهان رو به طور کامل بتونیم محاسبه بکنیم، همه چیزو احتمالاتی نداشتیم، همه چیز رو میتونستیم به طور قطعی محاسبه بکنیم که به چه نتیجه میرسه. خب ولی ما اونو بذاریم کنار، بگیم که مثلا ما اطلاعاتمون نقص داره، محاسباتمون نقص داره، برای همین تو دنیای احتمالات هستیم. تو دنیا الا بعضی میگن نه، تا اگه اطلاعاتتون هم کامل باشه، چون تو دنیای کوانتوم احتمالات وجود داره، یعنی حتی اون موقع هم ممکن احتمالات وجود داشته باشه، بگیم ما داریم با احتمالات کار میکنیم. خب یعنی جبرگرایی رو بذاریم کنار فعلا، بگیم تو دنیای احتمالات هستیم. خب تو دنیای احتمالاتی که هستیم، من چیزی که حرفی که دارم میزنم اینه که این اتفاقی که افتاده، شما میگی که این احتمالش خیلی کم هست، هر اتفاق دیگه ای هم بیفته احتمالش کم بود. خب شما میگی مثلا فرض کنید این اتفاقی که افتاده احتمالش 1 روی یه عدد خیلی بزرگیه. خب مثلا یک بگیم روی یه چیز مثلا یه عدم نجومی. خب من میگم این عدم نجومی رو نگه دار، هر اتفاق دیگه بیفته، چه نظم داشته باشه چه نظم نداشته باشه، احتمالش هم میشه 1 روی همون عدد. شما ببینید، شما اصلا خودتون وقتی دارین میگین این احتمالش 1 روی اون عدد بسیار بزرگه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که احتمالات دیگه هم وجود داشت که نشد. خب که هر کدومش 1 روی اون عدد بزرگه. خب پس چی؟ پس این چیزی خاصی نیست که حالا این چیزی ما این دنیایی که داریم، اگه احتمالش 1 روی عدد خیلی بزرگه، خب اگه یه چیز دیگه هم میشد که این نبود، اونم احتمالش میشد 1 روی عدد خیلی بزرگ. خب چه چیزی؟ هیچ چیز ویژگی خاصی نداره، چون احتمالش کمه، این چیز خاصی نیست. مگه میشه احتمالش کم نباشه؟ هر اتفاقی بیفته مثل این باشه، مثل این نباشه، نظم داشته باشه، هر کدومش 1 روی این عدد بسیار بزرگه. خب این چه حرف، کجا چه چیزی رو تعیین میکنه؟ وجود خدا رو تعیین میکنه؟ شما چه خدا باشه چه خدا نباشه، هر اتفاقی بیفته خب احتمالش کم بود. خب کم بود که کم بود، یعنی چی؟ چه استدلالیه؟ خب من میگم تو داری کمک میکنی به استدلال اونا، یعنی تو داری میگی که یه چیزی که احتمالش خیلی خیلی کم بوده اتفاق افتاده. خب و این هر حالت دیگه ای هم میشد احتمالش کم بود، دقیقا درسته؟ تو داری میگی که خب، چه مثلا این جهان پیش میومد، یه جهان دیگه که یه بلبشویی بود و هیچی وجود نداشت، خب در واقع توی اون خب، جهان هم خب باز در واقع یه احتمال بود، اونم یکی از همین احتمال بود، دقیقا اونم 1 روی 1 عدد نجومی احتمالش بود. خب هیچ احتیاجی به وجود خدا نیست که این توجیه بشه. دقیقاً. و بعد مؤمنان میگن که اون کسایی که در واقع به خدا اعتقاد دارن، میگن که خب اگر یک اتفاق، یه چیز خاص اتفاق افتاده، یک از، یعنی مثلا فرض کنی 1 از 6 نبوده که این اتفاق افتاده، 1 از 1 میلیارد بوده، 1 از 1000 میلیارد، 1 از عدد نجومی بوده، 1 از عدد نجومی وقتی اتفاق افتاده، خب حرف من گوش کن کامل، من میگم کسی که داره میگه که اصلا ریشه این استدلال از کجا میاد، ریشه این استدلال که میگن یه نظمی وجود داره
خب یه نظمی وجود داره و این نظم خالق میخواد، از این میخواد، از این میاد که میگن اگر خدایی وجود نداشت این همه چیز قشنگ پشت سر هم چیده نمیومد. خب چون این همه چیز پشت سر هم اومده، این همه چیز نظم دار پشت سر هم اومده، پس یه خالقی دارم. و اون تو، تو داری میگی که اگر این چیزی که پشت سر هم نظم داره نمیشدم، تو میگفتی یه خالقی وجود داره دیگه، چون یکی از یه حالتها به وجود اومده. و اونا میگن نه، ما یه حالت نظم دار رو میگیم. نه ببین اصلا این شب آره ببین من دارم میگم که اولا من در برای نظم صحبت نکردم، این دو تا بحث مختلفه. خب بعضیم اون خداپرستا حالت نظم دار رو یک میلیارد گفتن مثلا. خب ببین اون بیشتر در برای پیچیدگی نظم برن صحبت میکنن که بگن که احتمالش چقدر کم بوده. خب این دو تا رو بعد از هم جدا کنیم. خب دو تا بحث هست که وقتی بعضی‌ها میگن نظم مثلا خدا رو لازم داره، خب بعضی‌ها میگن این پیچیدگی چون انقدر پیچیده است احتمالش کمه، چون احتمالش کمه برای اینکه به همچین نتیجه برسیم خدا لازم داره. خب یعنی ما نظم از یه پیچیدگی باید مقدار جدا کنیم. خب بعضی‌ها میگن اصلا نظم به خودی خود خدا لازم داره، که اون حرف هم بی خود است، دربارش صحبت کردیم بسیار زیاد. ولی پیچیدگی رو اختیار نداره صحبت میکنن، میگن که چون پیچیدگیش معنیش اینه که احتمالش کمه برای همین ما خدا لازم داره. من دارم میگم که این چه استدلال خیلی غیر منطقیه. وقتی که ما هر نتیجه‌ای برسیم، به هر دنیایی که برسیم، احتمالش بسیار کم خواهد می بود نتیجهش، این چه اثبات خداییه؟ یعنی پس شما به هر دنیایی برسید میگه این احتمالش کم بود، پس این خدا وجود، پس با خدا لازم نه. داره. نه نه نه. اگه ببین مثلا فرض کن اگه یکی فرض کن 1000 تا تاس داری، اگه 1000 تا تاس تو با هم بندازی و همه با هم 6 بیان، خب تو میگی که یا همه 1 بیان یا همه 2 بیان، یه نظم خاصی تو ببینی توی اینا، تو میگی که این پس خدای وجود داره. ولی اگر تو نه هیچ الگوی خاصی، هیچ پترن خاصی به قول خودت نبینی، خب تو نمیگی که خدای وجود داره، چون پترن رو میبینن. خب منم منظورم همینه. خب بذار من چند تا مثال برات بزنم. خب 3 تا مثال برات بزنم. خب من فرض کن که یک گونی دارم، خب توش 100 تا سنگ سفیده، یه سنگ سیاه. خب دستم رو میکنم توی این گونی، خب یه سنگ میارم بیرون، سنگ سیاه هست. تو احساس میکنی یه چیز عجیبی اینجا اتفاق افتاده، در صورت میگی که این احتمالش خیلی کم بود، 1 روی 101 بود این احتمال این اتفاق. خب در صورتی که من اگه دستم بکنم توی گونی این سنگ سفید در بیارم، تو شوکه نمیشی، در صورتی که احتمال این سنگ سفید اومدن بیرون این سنگ سفیدم، نه بقیه سنگ سفید، این سنگ سفید 1 روی 101 بود. یعنی چون ما از یه سری اتفاقا رو مهمتر میبینیم، یعنی جالبتر میبینیم از اتفاقات دیگر رو، فکر میکنیم که این احتمالش کمتر از اون یکی بود. یه مثال دیگه برات میذارم. خب فرض کن که من فکر کنم که من باید به مادرم زنگ بزنم امروز، خیلی وقت بهش زنگ میزنم. تا این فکر رو کردم تلفن زنگ میزنه، برمیدارم میبینم مادرمه. خب میگم این احتمالش چقدر کم بود، پس این دوتا با هم یه جوری رابطه که دارن، حتما ما با هم از راه دور مغزمون یه جوری با هم رابطه داشته، برای اینکه نمیتونی توجیه بکنی چون احتمالش کم. خب ولی یه مثال دیگه بذارم شبیه این. خب فرض کنید من فکر کنم که من شیرم تو یخچال داره تموم میشه، بعد امروز برم شیر بخرم. همون موقع که این فکر کردم تلفن زنگ میزنه، میبینم کیه، میبینم مادرمه. ولی خب اینا احساس نمیکنم اتفاق عجیبی افتاده اینجا، خب برای اینکه ببینم اینا خیلی با هم ربطی ندارن، فکر میکنم اتفاق عجیبی نیفتاده، در صورتی که احتمال اینم خیلی کم بود. احتمال این که همون موقع که من فکر کنم شیرمون تموم شده مادرم زنگ بزنه، احتمال این که این دوتا با هم اتفاق بیفتن خیلی کمه، ولی یکیشو من به نظرم مهم میبینه که با هم اتفاق افتادن، یکیشو احساس میکنم که مهم نیستن که با هم اتفاق افتاده، برای اینکه ما مغزمون مغزیه که دنبال پترن میگرده تو طبیعت، مغزمون مغزیه که دنبال از تکاملی این کاربرد داشته که ما همیشه سعی کنیم یه نقطه‌ای رو به هم وصل بکنیم. این برای بقایمون لازم خوب بوده، ولی برای استدلال تو زندگی روزمره خیلی چیز بهمون داره ضعف میده. مثلا فرض کن من تو خیابون، خب اگه تو رو ببینم به طور خیلی شانسی، میگم ای چی تصادفی، من همینجور امروز اومدم اینجا، هیچ وقت اینور راه نمیرفتم، ولی تو رو دیدم امروز، حتما خدا خواسته که من تو رو ببینم. خب در صورتی که من هر راه دیگه میرفتم، به هر کسی دیگه هم میخوردم، احتمالی که به اون روز اون کسای غریبه‌ای که اصلا نمیشناسم ببینم، ببین هر به هر
همه احتمالاش مثلا یه پرنده از بغلم رد شه، یه ماشین سبز از کنارم رد شه، احتمال همه اینا کمه. خب ولی یه سری چیزها رو ما یه ویژگی یه اهمیت خاصی براشون قائلیم وقتی میفته و یه سری چیزهای دیگه اهمیت خاصی براشون قائل نیستیم. دنیا رو هم وقتی ما داریم مشاهده میکنیم، چون انسان محوری داریم به دنیا نگاه میکنیم و احساس همه چیزایی که تو دنیا اتفاق میفته که احتمالش کمه ولی باعث بقای ما شده و باعث شده که مثلا ما بتونیم زندگی کنیم، احساس میکنیم که مگه میشه این برای ما ساخته نشده باشه؟ مگه نه ببین، چون همه دنیا رو داریم با خودمون رو مرکز دنیا قرار دادیم، فکر میکنیم که نمیتونه با همه چی انگار به این جهت حرکت کرده که مثلا ما بتونیم اصلا همه جهان برای زندگی ما به وجود اومد. اصلا فکر میکنیم که اتفاقاتی که تو جهان هم داره میفته، تو طبیعت، توی منظومه شمسی، توی کهکشان ما داره میفته، میایم وقتی که هر چیزی که اتفاق احتمالش کمه رو، مثلا ما وقتی یه سیاه‌چال رو داریم نگاه میکنیم میبینیم که اون چرا اونجا، چرا اونجا نیست، این هم احتمالش خیلی کمه، ولی چون روی زندگی ما تاثیر نداره نمیگیم که حتما سیاه‌چال حتما خدا گذاشته اونجا برای اینجا، برای اینکه اون جای کهکشان برای خدا خیلی مهم بوده. نه، وقتی یه اتفاقی میفته که روی زندگی ما تاثیر داره، اون با اینکه احتمال اون کم بود، احتمال اینم کم بود، ولی این احتمالای کمو ما براش اهمیت بیشتری قائل میشیم، برای اینکه همه چی رو با انسان محوری خودمون داریم نگاه میکنیم. منظور من متوجه شدید بسیارستو؟ من کاملا متوجه شدم و من گفتم اصلا قبول ندارم این استدلال رو که چون نظمی وجود داره پس خدایی هست، چون ما به قول تو قد شد صدا هستی؟ برای من قد شد یا برای من شما؟ من استدلال دیگه دارم در مورد کسی ندارم. خب یعنی که بگو صدا میاد؟ بله. چون می‌خواستم بگم که چون از دید من اصلا نظمی وجود نداره توی کره زمین، یعنی مثلا نظمی رو حس نمی‌کنم. به نظر من خیلی چیزا اتفاقا یه پرت و پلایی و بی‌نظمی توی کره زمین وجود داره. این همه موجوداتی که علکی وجود اومدن، علکی هم رو می‌خورن، علکی هم حالا خیلی چیزای دیگه. ولی حالا استدلال تو هم یه استدلالی بود در رد این، ولی گفتم اون حرف اولت که تو بیای در مورد این بگی که این استدلال چیز مهمیه، ولی استدلالش کمه، احتمال همه چیز کمه. عشان الان به نظر تو داری کامل فهمیدم. فهمیدم. من دوست اینه که میگی که اصلا چیز خاصی وجود نداره. اون چهار تاش همه شیشه ها مثل اونه که دقیقاً یکی دو بیاد یکی یک بیاد. اصلا چیز خاصی وجود نداره که ما بگیم که مهمه در واقع. اینجور فهمیدم درسته؟ برای ما مهمه. میتونه آره مهم فکر... باشه. حتی مهم هم نیست. ما فکر میکنیم مهمه. یعنی البته خب ما انسانیم، چیزایی که برای ما مهمه من میگم به طور مثلا ذاتی برای جهان مهم نیست. خب برای ما مهمه. خب ما هم بالاخره، یعنی من نمیگم که مثلا چون برای ما مهمه برای جهان مهم نیست پس مهم نباشه. بالاخره مثلا من رنگ سبز رو از رنگ قرمز بیشتر دوست دارم. خب تو من نمیگم که به طور ذات معنیش اینه که رنگ خب یه نفر بگه خب برای جهان که مهم نیست که سبز از قرمز بهتر باشه یا بهتر نباشه. خب آره، ولی برای من میدونی لازم چیه؟ من نمیگم یعنی چیزایی که برای ما مهمه، خب از احساسی، بالاخره ما یه موجود احساسی هستیم، نمیگم که یعنی نمیگم که بذاریمش کنار این چیزایی که برای ما اهمیت داره، ولی برای استدلال نمیتونیم اینجوری صحبت بکنیم انگار به طور ذاتی این چیزا مهمه. میدونی منظورم چیه؟ درست میفهمم کاملا. حالا یه چیز دیگه این که در موردی که گفتی 99% مردم افغانستان مسلمانن، یعنی حکومت اسلامی رو پذیر خوششون میاد، یه همچین چیزی خواستم بگم. اسلام رو هر کسی به جور خودش میفهمه، برای همین حکومت اسلامی دقیقاً معادل با طالبان نیست. یعنی اینکه 99% خب مردم 79%شون گفتن کسی که مرتده باید کشته شه. 79%شون گفتن که 79%شون اشتباه گفتن. من دارم اشتباه گفتم. پس شاید عقاید، چون من میانگینی که تو ایران میبینم اینجور نیست که مردم 79%شون این عقیده رو داشته باشن که کسی باید اعدام بشه، کسی که مرتده. بله تو ایران ما خیلی، ما تو ایران اصلا اینجوری نیست. آمار که از ایران داریم که اصلا مثلا کشور مسلمانی دیگه نیست ایران. اگه آمار درست بشه. یه چیز دیگه خواستم در مورد این آیه‌ای که بار قبل شد حرف می‌زدیم در اشاره کردی به ملک یمن، اگه یادت باشه. یادت هست؟ ملک یم یادت هست؟ اصلا میدونی ملک یم چیه یا من اشتباه میکنم؟ ملک یم یعنی برده و کنیز توی عربی. آها نه، من عربی خوب نیست. آها خب میشه آیه یه چیزو بیاری؟ میخواستم بگم که اشتباه ترجمه کردن آیه 24 سوره نساء رو بیاری اگه.
قرآن 434 434 درسته؟ آره 434 نه 24 24 24 اگه کسیم ده چرا اون وبسایتی که من دوست دارم میاد من میرم اون اول از همه میاد نداریم 424 نداریم سوره شماره 4 نه این وبسایت رو نداریم خیلی خوب 4 چی شده که این وبسایت دیگه تو گوگل اول از همه دیگه وبسایت نمیاد چون بهترین وبسایت چقدر عجیب خیلی خوب بذار من خودم میرم تو وبسایتش 424 خودم پیداش کردم خیلی خوب شیر چه حیف این وبسایت معمولا از همه وبسایت بهتر بود دیگه اولین چیز تو گوگل نمیاد باید خودم برم تو وبسایت اینه درست برم آره سریع بگو چون بقیه هم منتظره چشم ببینین آیه در مورد این صحبت میکنه از اول از ابتدای این عبارت میشه گفته تا این جمله سوره 20 آیه 23 شروع میشه میگه که بر شما حرام شده مادرهایتان دخترهایتان و همینجوری میاد تا ادامه میده و حالا بعد ادامهش میفته آیه 24 این آیه یه که میگه میتونین کنیز برای جنسی آره. بگیرین توی جنگ آفرین میخواستم بگم که این اشتباه ترجمه شده معلومه که هر چیزی که تو هر چیزی که تو قرآن دوست نداری بعد ترجمه شده من که اینو میدونم هر چیزی که خوبه تو قرآن درست ترجمه شده هر چیزی که بده تو قرآن بعد ترجمه آفرین. شده دقیقاً آفرین چه استدلال قشنگ خب این که الان یه پترن تو رفتار من پیدا کردی خب این ببین میگه که وال محسنات و من النساء الا ما ملكت ايمانكم میگه که این برای شما ادامه اون لیستی که برای شما حرامه یکیشون اونایی کشی محسنات و من النساء یعنی زنایی که محسنه هستن خب زنایی که ازدواج کرده نه خب همین خواستم بگم این اشتباه ترجمه کرده ای خدا مثلا کسایی که محسنه هستن به هیچ وجه به معنی کسایی که ازدواج کردن نیست چرا چون دقیقاً آیه بعدش رو نگاه کن حالا بزن آیه 25 دقیقاً خود آیه میگه میگه که اگه میخواین ازدواج کنین یکی از اون محسنات المؤمنات رو پیدا کنین برو 25 الان خیلی خوب بذار من اول خیلی خوب 25 بیا ایمان کن If one cannot afford to marry the three Muslim women بله یا من پس چرا قرآن من فرق میکنم ومن لک بذار من 24 یه بار دیگه بخونم اینم جریان 24 چیه میگه من کدوم رو بیارم The woman already bound in marriage expect the bound woman you come to این تو میگی که این که میگه که زن من میگم این آیه کلن اشتباه ترجمه شده به دو دلیل اول آیه قبلی اصلا در مورد ازدواج حرف نمیزنه دوم آیه قبلی داره میگه که اون بخش محسنات و من النساء در موقع اصلا در مورد زنان شوهردار نیست و بعد مملکت ایمانکم به معنی کسی که دست راسته محسنات رو ترجمه کرده که زنانی که من به همه توضیح بدم این آیه داره چی میگه بر ترجمه که معمولا همه قبول دارن که 262 قبول نداره این آیه داره میگه که زنانی که ازدواج کردن برای شما حرامه مگر اینکه تو جنگ شما اینا رو بتونین برین بگیرید خب از دشمنان اعلی خب این دقیقاً حالا من حرفی که 262 داره میزنه میگه که این که اینجا که گفته محسنات من النساء این منظورش زنانی که من میخوام بگم ترجمه کنم بذار من ترجمه کنم تحت لفظی باشه بذار من به همه هم بگم خب من الان اینجا محسنات اینا مسلمونن کسایی که اینجا ترجمه کردن خب اینا این چیزی که 262 داره میگه که زنانی که ازدواج کردن این معنیش این نیست خب این میگه اینجا گفته که این ترجمه اول میگه ازدواج ترجمه دوم هم میگه زنانی که ازدواج کردن ترجمه سوم هم زنانی که ازدواج کردن ترجمه چهارم هم میگه زنانی که ازدواج کردن ترجمه این نمیدونم چندمی هم یوسف علی هم که ترجمه معروفیه ازدواج
آره دیگه همشون هم این که دیگه زبون دیگه شد، ولی همشون ترجمه کردن که خب پس 262 این هم اینا همشون هم متخصصین ترجمه هستن. خب همشون اشتباه گفتن، همشون هم مسلمونن. 262 که یک مثلا خودش هم یک مسلمانه داره ادعا میکنه که یک چیزی رو پیدا کرده، یه ترجمه رو اشتباهی رو پیدا کرده که همه اینا ندیدن. تو میگی این محسنات من النساء معنیش زنانی که ازدواج کردن نیست، معنیش چیه بایدن. پس خب به معنی زنایی که خودشونو پاک دامن نگه داشتن. چی نگه داشتن؟ خودشونو پاک دامن نگه داشتن. اونا حرامن؟ آره اونا اصلا آیه در مورد ازدواج نیست. خیلی خب میگه خب زمانانی که خودشون خب حالا فرض کنیم که حالا چرا پاکدامن؟ خب من میخوام ثابت کنم خب. اصلا این که چون ادامه آیه ما ملکت ایمانکم هم به معنی کسایی که توی جنگ گرفته شدن نیست، اون هم دقیقا اشتباه ترجمه شد. ببین من تحت لفظی دقیقا خود ترجمه عربی واژه به واژه بهت میگم. محسنات از حسن میاد، به معنی حسار، به معنی جایی که دورش گرفته شده. محسنات یعنی کسایی که دورشون گرفته شده. خب این رو به خاطر اینکه این معنی رو میداده گفتن کسایی که ازدواج کردن، یعنی کسایی که دورشون گرفته شده رو گرفتن کسایی که ازدواج کردن. ما ملکت ایمانکم، ایمان توی عربی دو تا معنی میده، چند تا معنی میده، حالا دو تا ستایی که مهمه میگم اینجا. اولیش به معنی پیمانه، اصلا توی قرآن ایمان فقط به معنی پیمان گرفته شده، یعنی به هیچ معنی دیگه. حالا جایی که مثل این مثلا ایمان معناش مشخص نیست، نه، جایی که معناش مشخصه دقیقاً فقط به معنی پیمانه، یعنی کسایی که پیمانهای شما صاحب اون شده است. ما ملکت ایمانکم یعنی آن چیزی که پیمان شما صاحب آن شده است، نه دست راست شما. اصلا دست راست به هیچ جای ایمان به معنی پیمان شما چی؟ صاحب آن شده. ببین ما ملکت ایمانکم ملکت یعنی you possess. ملکت یعنی چیز دیگه، ملک شماست، صاحب شده است. آره ملک شماست آن چیزی که دست راست شما صاحب شما شده است. غلطه. خب ولی شما مالک شدین دیگه، درسته؟ آره آره. پس قسمت مالک شدنش رو قبول داری؟ قبول دارم، ولی پیمان فرق میکنه. شما طبق یک پیمانی مالک اون شدی. حتی ترجمه تو هم داره توجیه میکنه که ما صاحب این زنا بشیم. من میخوام بگم نه اصلا کی گفته اینا فقط زنن؟ ما ملکت ایمانکم یه جایی داره توی قرآن، خب زنهایی که خطاب میگه ما ملکت ایمانهن، خب یعنی زنها مالک یه مردی شدن، اینجوری بگم. یعنی این یه قرارداد بوده، یه قرارداد اجتماعی بوده اون دوره وجود داشته، این مدل قرارداد که مالک چی؟ مالک کی؟ یک شخص. خب پس میشه پس قبول داری که این آیه در باره بردهداریه؟ نه چرا، چون بردهداری که توی ذهن ما هست با این بردهداری فرق میکنه. چرا این بردهداری چون این برده ها قانونا حق داشتن، باز متن قرآنه، که خودشون یه قرارداد دیگه بنویسن. ببین 262 اگه اینجوری بخوای قرآن ترجمه بکنی، مثل این که بذار من میگم، مثل این که مثلا الان بگی که یه تیم که کریستیانو رونالدوه. ببین نه 262 ببین، تو قرآنی رو که تو داری ترجمه میکنی، قرآنیه که هیچ تو حدیثا رو که قبول نداری. خب درسته. ببین این قرآن رو با قرآن ترجمه میکنم، نه قرآن قرآن بدون حدیث یک همچین آیه هایی رو اصلا بی‌معنی میشه. خب یعنی انقدر مبهم، اگه روش ترجمه تو از قرآن انقدر مبهمه که هر چیزی من بخوام میتونم از این آیه الان بترجم. نه چرا؟ چون اون موقع باید قرآنو با قرآن ببین، یه سری قسمت هایی هست از قرآن که این مقدار واضحه، خب خیلی کم، یعنی بدون حدیث و تفسیر و هیچی، خب آیه های توی قرآنی که معنیش معلوم باشه، بدونی که بیا ببینی که مثلا بر اساس حدیث اون موقع داشته چه اتفاقی می افتاده، یا این آیه قرآن در جواب به چی بوده، یا چه اتفاقی افتاده که مثلا این به کی، مثلا محمد داشته با کی حرف میزده، یه کسی اومده بهش یه فوشی داده، محمد گفته یه آیه اومده که خدا جواب تو داده برای اینکه من زورم نمیرسه جواب تو بدم، چه میدونم. اینا همش توی این آیه قرآن رو فقط اکثرش رو توی با یه کانتکستی میتونی ترجمه کنی که باید که فقط حدیث و تفسیر و چه میدونم این روایت های از تاریخ طبری و اینا، اگه همه اینا رو حذف بکنی
یک واقعا یک کتاب به شدت مبهمی دستت میفته که اصلا منظورش معلوم نیست. خب یعنی این که همه کسایی که قرآن رو مطالعه کردن، این بین هم مسلمان هم غیر مسلمان اعتراف کردن که اگه تمام کانتکست قرآن ازش بگیری، تعداد آیه هایی که بدون غیر مبهم میمونه به شدت کمه. خب تازه متاسفانه اونایی هم که مبهم نیست به شدت، یعنی چیزهایی هم که واضح هست اونایی خواهد بود که همونی که به ما کافرون گفتی که ما حقمون اینه که سرمون رو بزنن و بکشن. یعنی فقط قسمت های غیر مبهمش هم فقط همون بدترین جاهاشه. خب ولی تو برخلاف اکثر مسلمان ها، نمیگم اسلام مسلمان نیست یا این چیزی که میگی اسلام نیست یا اینا، خب نمیخوام مغلطه نوتروس کاتمن انجا بدم، خب ولی اسلام تو با اسلام اکثر مسلمان ها فرق داره. و من نمیدونم تو حالا قرآنیست هستی یا نیستی، فکر کنم تو به یه مقدار حدیث ممکن اعتقاد داشته باشی، یعنی فقط قرآن رو نمیدونم قبول داری یا نه، فقط قرآن رو قبول داری، هیچ چیز دیگر قبول نداری؟ هیچ چیز دیگر نه، اینکه هیچ چیز دیگر قبول نداری، هیچ چیز دیگر رو ملاک استدلال قرار نمیدم. خب پس قرآنیست هستی، تو یه قرآنیست هستی. خب و مشکل قرآنیست هم همینه، هیچ مذهبی، هیچ مدرسه اسلامی، هیچ سکول آف تات توی اسلامی اینا رو نمیتونه قبول بکنه، برای اینکه به شدت این یک کتاب غیر قابل تفسیری خواهد شد. حالا من بگم ببین آرمین، تو اگه یه آیه برداری از قرآن و بگی من میخوام این یه آیه رو قبول ترجمه کنم، تفسیر کنم، برداشت ازش رو بگم، قبول دارم قرآن به شدت مبهمه. ولی اگه نه، کل قرآن رو مثلا اگه تو میخوای بخونی بفهمی منظور همین ایمانتون چیه، اگه تو بشینی کل قرآن رو بخونی و همه آیه هایی که در این مورد نازل شده، شاید اونقدر هم که فکر میکنی مبهم نیست. مثل همین آیه که من قرآن رو 3 بار از اول تا آخر خوندم. خب کمه، شاید 3 بار کمه. بدون حدیث و تفسیر این اصلا کتاب واقعا چرت و پرت و مبهم و بی‌ارزشیه. خب یعنی تنها جوری که میشه فهمید اصلا این کتاب بخواد چی بگه، در چی صحبت میکنه، با خوندن قرآن تو داستانش و با تفسیر و تو حدیث و ایناست. به شدت کتاب غیر قابل فهمیه بدون همه حدیث و ایناست. حالا یه چیز دیگه اگرم برای کسی مثل 262 قابل فهم باشه، یعنی تو نمیدونم اگه هر حق با توه، یه مغز کامپیوتری داری که از تمام کسایی که تالا اسلام رو مطالعه کردن تو طول تاریخ، تو مغز انقدر قدرت محاسباتش انقدر بالاتره که قرآن رو تونسته یه جوری دیکود بکنه که تمام هم هیچ کس طول تاریخ نتونسته انجام بده. خب و این قرآنی که اینقدر چنین، یعنی فرض کن که مثلا قرآن یک معماییه که 262 تونسته حلش بکنه و تمام مسلمانای دیگه، اگه نمیدونم چند نفر این شما که مثلا 262 فکر کنن، خب حتی کسایی هم که مثلا تو قرآنیست هستن، 262 نتیجه گیری که از قرآن کردن با تو فرق داره. یعنی حتی کسایی ببین قرآنیستا، کسایی که مسلمانن و قرآنیست هستن، تعدادشون به شدت کمه و تفسیرشون هم از قرآن با هم فرق میکنه. یعنی کسایی که میگن حدیثو بذار کنار، فقط به قرآن فکر کن و قرآن رو بخون، میگن اونایی که قرآن رو میخونن میگن خب پس چی گفته قرآن، ازشون بپرس، هر دو تاشون یک با هم هم نظر نیستن. یعنی این چه کتابیه؟ ها این که واقعا کتاب مزخرفیه. شما باید یک معمایی رو حل بکنید که بتونید ببینید این چه خدای بی‌ارزه‌ایه که به این روش خواسته با کسایی که قرار بهش ایمان داشته باشن ارتباط برقرار کنه، که شما اصلا برید ببینید داوینچی کد رو بتونید حل بکنید که ببینید آخه چی داره میگه، آخه این چه چیزیه. یعنی من نمیدونم که تازه ببین، یکی از قسمت‌های قرآن هم که واضحه، خب که لازم حدیث و تفسیر لازم ندارین، اینه که شما اگه به این کتاب ایمان نداشته باشین تو جهنم میسوزین تا ابد. اینشو از همه چی واضح‌تر گفته. یعنی شما باید بهش ایمان داشته باشین چیزی رو باید بهش ایمان داشته باشین که باید مغز 262 رو داشته باشین تا بتونین حل بکنین که ببینین چی میگه، و اگرم به اون نتیجه نرسین و قبولش نکنین تا ابد هم میسوزین. تا حالا میگی این نه، برای اینکه بله یه قسمت بعد دیگه قرآنه که همه بگم. چون این بخشی که گفتی اتفاقا خیلی هم مبهمه، اصلا برداشت خدا از جهنم خیلی مبهمه. میگه که یعنی شما به جهنمی میرید که هیزم های آن شما هستین. این چه جهنمیه؟ گرفتی چی میگم؟ اصلا خودتی و اعمالت هیزمشه. یعنی چی؟ یه لحظه تصور کن عمل تو هیزمشه یعنی چی؟ اصلا اتفاقا جهنم یا
یعنی خودت داره بدن داره میسوزه، یعنی بدن داره میسوزه. اعمالت، اعمالت بابا، اعمالتو گفتم تو... اعمالت نه خیر، یعنی تو اعمالت. تو داری میگی بابا آیه قرآن دیگه، اعمالت هیزومای جهنم. نه دیگه بدن داره میسوزه، بدن داره میسوزه. خب وقتی میگه اعمالت چی؟ من میگم اعمالت، اعمالت میگه به خاطر اعمالت داری میسوزی بابا جان. نه نگفته به خاطر اعمالت، گفته اعمالت هیزومای جهنم. قرآن داره میگه که بابا یه آب داغ میریزن تو حلقت. من نمیدونم تو چه چیزی میگی، مایه داغ دارن میریزن تو حلقت. اتفاقا برو بعد میذارن. ببین در وصف خدا از قرآن اینقدر مبهمه، وصف خدا از جهنم اینقدر مبهمه، اینقدر مبهمه. تو برو ماجرا شده اگه مبهمه تو چرا میدونی داره چی میگه؟ خب به خاطر اینکه کسی نمیدونه چی میگه، به خاطر اینکه اگه اون موقع میگفت که اصلا جهنم خودشون. ببین تو حرفت داره نقص داره. خب من دارم میگم نه ببین تو تناقض داره حرفت. من دارم میگم که این داره میگه ما میسوزونیم تا ابد. خب بعد تو میگی دوست. که نه داره میگه که اعمالت مثلا میشه. خب نه آرمین آره یه چیز بعد میگی مبهمه. اگه مبهمه از کجا میدونی داری چی میگه؟ بذار من بگم اصلا بحث عوض نکن برو سر جهنم. چون من الان آیه هایی که میخوام بهت بگم در مورد این چیزه، این مایه داغی که میریزن. چرا میخندی؟ من میدونم آیه قرآنه، یه مایه آره. میدونم این مایه چیه میریزن تو حلقت. من میدونم این آیه هست. آره هست ولی این نیست که خطاب به انسان ها باشه و هست و این قدم واضح آره. نگفته تو بخیر بود. 262 آیا واقعا خودت فکر نمی کنی که تو داری بخونه تو داری محپس رو میپیچونی الان تو داری محپس رو میپیچونی قبول کن. ببین تو داری بحث رو عوض میکنی میبری سمت جهنم، اصلا ربطی به اون نداره. من داشتم در مورد این آیه ای که میگفتم ما داشتیم در برای این صحبت میکردیم که این کتاب روشه، این جوری که تو داری نتیجه گیری میکنی از قرآن نشون میده که قرآن یک اگه حرف تو درست باشه یک معماییه که باید حل بشه. خب با یک روش نتیجه مثل یه معماییه که مثلا یه داوینچی کد، یک پازلیه که ما باید همه چی رو به هم وصل کنیم. آره حتما سخت نیست، ولی ولی همه مسلمان ها اشتباه کردن، ولی 262 به نتیجه درست رسیده. با اینکه خیلی ببین نه ببین 262 تو میگی واضحه، بعد میگی مبهمه. خب بعد میگی که سخت نیست، بعد میگی سخت نیست، ولی 262 ترجمه درستش رو پیدا کرده، همه مسلمان های دیگه اشتباه کردن. من اینا تو تناقض بین این نمیدونی. حالا بگم هر جای قرآن هم که بده ترجمهش اشتباه شده. خب بذار من 30 ثانیه حرف بزنم. 30 ثانیه هم حرف بزنم. ببین میگه که من میگم دو تا آیه رو نگاه کن. آقا آیه 24 و 25 سوره نساء نمیخوادم بیاری. من خودم الان جلومو دارم میخونم. میگه که اولیش فقط 30 ثانیه حداقل نامرد. بگو 30 ثانیه بگو. من برم سراغ نفر دیگه. بگو. باشه. ببین میگه که محسناتی که از نساء هستن، یعنی زنانی که محسنه هستند، خب اینا بر شما حرامن. آیه بعدش میگه که اینا این چی؟ یعنی قبول داری این آیه؟ یعنی دقیقا میگه که محسناتی که بر شما اومده حرامه. آیه بعدش میگه چی؟ میگه که و از شما کسانی که به سبب تنگ دستی نمیتونن برن اون محسنات مؤمنات رو بگیرن، یعنی اون محسنات مؤمنات الان حلال شدن. گرفتی چی میگم؟ یعنی قشنگ نشون میده که محسنات مؤمنات به هیچ وجه کسایی نیستن که شوهر دارن. برو حالا آیه 25 رو نگاه کن. دقیقا میگه که ببین. اگه نمیتونید زنانی که شوهر دارن رو بگیرید. با 262 ببین مشکل اینه که تو مشکل اینه که کسایی که آرمون مشکل اینه کسایی که خواستن ترجمه کنن. 262 تو هر ترجمه بدون حدیث و تفسیر رو بدون کانتکست من قبول میکنم، هر ترجمه رو بخوای میتونی از این در بیاری. خب باشه نه. من دارم میگم این روشه برداشت تو از اسلام. اگه اسلام تو واقعا درست، ببین اگه اسلام بقیه مسلمان ها درست باشه، این قرآن کتاب واقعا وحشی هست که هیچ کسی نباید دنبال بکنه، ولی اگه اسلام تو درست باشه، قرآن یک کتاب بسیار مبهمی هست که همه چیزایی که قرار بود ما برداشت بکنیم و هیچ کسی به غیر از 262 نمیتونه برداشت بکنه، و بدترین روش ارتباط برقرار کردن بین یه خدا و مخلوقاشه، و این خدای خیلی بیورزهیه و هیچ انتظاری هم نباید از ما داشته باشه که ما بدونیم منظورش چی بوده، و بر اساس قسمت‌های کتابش هم که مبهم نیست، مثل اینکه قراره ما رو تا ابد مجازات بکنه. ولی البته خودمون ترجمه‌اش اشتباهه، برای اینکه تو تونستی حلش بکنی و هیچ کسی دیگه نتونسته حلش بکنه. من درسته؟
خب نه 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 ببین من میگم حال نظر من چیه؟ نظر من اینه که قرآن یک کتابیه که قبول دارم مبهمه، نه به این خاطر که مبهم نتونسته که آشکارا بگه، به خاطر اینکه ترجیح داده نویسندش مبهم بنویسه، نمیدونم چرا ولی فکر میکنم مبهمه. حالا اینکه این یه بخش، اما در مورد اینکه همین مبهم رو، همین چیزی که مبهم الان دست ماست، آیا بقیه خوندن و نفهمیدن و من خوندم و فهمیدم؟ نه، اصلا اینجوری نیست. بقیه خوندن و متاسفانه ما توی طول تاریخ اسلام، توی این 1400 ساله که از اسلام میگذره، ما یک لایه‌ای از حدیث و بعد یک لایه از تفاسیر اولیه و تاریخ و بعد یک لایه از تفاسیر ثانویه و بعد تا اینجایی که ما الان می‌بینیم که الان همه مترجمای انگلیسی زبانی که کنار دست تو بودن، همه اینا نوشته بودن که ما مملکت ایمانکم what right hand. این کاملا غلطه، کاملا غلطه. و من میتونم از توی همین متن بهت ثابت کنم که غلطه. و اگر منی که انگلیسی زبان نیستم، عربی زبانم نیستم، میتونم به تو ثابت کنم این ترجمه غلطه. چرا تو باید اون ترجمه ای که درست از من نپذیری؟ من میگم به فرض ترجمه تو درست و ترجمه اونا غلط. خب من میگم اگه نتیجهش این شده که مردم مسلمان ها نتونن بفهمن ترجمه واقعیش چیه، معنیش اینه که این بد روشی خود رو چند سال نظر تو همه مسلمان ها سواد داشتن؟ خب پس چه خدایی بیارزه این که قرآن رو خوندن؟ خدا تو خود این قرآن گفته این یک کتاب واضحیه برای همه مسلمان ها. خب؟ نه من میگم چند مسلمان قرآن رو خوندن؟ خیلی کم، معلومه که خیلی کم. من دارم میگم که ببین، من با این اختلاف نظر ندارم. من میگم این خدا شکست خورده برای اینکه بتونه دسترسی بر ارتباط برقرار کنه بر مخلوقاتش. خب همه که تموم کتاب... نشده. بله خب همه تا حالاش موفق نبوده. 262 اگه اسلام رشد کرد تو ممکنه پیروز بشی، و امیدوارم که همه ما رو از جهنمی که به نظرم تو میگی وجود نداره نجات بده. ولی تا موقع ما هیچ دلیلی نداره که به این خدای تو اعتقاد کنیم. چیزی که من خوندم، چیزی که من مطالعه کردم اینه که همه، هم مسلمون هم غیر مسلمون، تمام کسایی که از لحاظ به طور خیلی پیشرفته و به طور خیلی آکادمیکی اومدن زبان قرآن رو مطالعه کردن، تک تک این کلمات رو بر تاریخش اصلا اومدن بررسی کردن، از زبان‌های دیگه که اومده، از ارامیک که اومده، از اینکه چجوری مثلا زبان عربی اصلا رشد کرده، تکامل پیدا کرده تو طول تاریخ و قرآن رو چه تأثیری گذاشته و معنی این کلمات مثلا بدون ا و نقطه هاشو برداری، ببین اینا تحلیل بشه در شده که مثلا اصلا تو این قرآن داری می ترجمه می‌کنی 262، تو اصلا نمی‌دونی که این نقطه ها و این الف، این ا و ها اصلا جاش درسته. خب برای اینکه موقعی که قرآن نوشته شده بود اصلا اینا اونجا نبودن. خب یعنی کسایی که الان دارن میان قرآن رو تحلیل میکنن، میان تمام احتمالات دیگه که دخترها جای دیگه هم بوده دارن میان بررسی میکنن. کسایی که مثلا دینی نیستن و دارن میان به طور آکادمیک قرآن رو مطالعه میکنن، چیزی که هیچ کسی با هیچ کدوم از اینا با هم اختلاف نظر ندارن اینه که واقعا مبهم این قرآن، بدون کانتکستی که مسلمان‌ها بهش میدن، بدون اینکه داستانایی که منم قبول دارم که این داستانا رو تراشیدن، خب یعنی بدون اینکه داستانایی که مثلا تو حدیث و توی روایات خودشون تراشیدن که به این قرآن یه معنی بدن، بدون وجود اونها هیچ کسی اصلا خیلی مبهمش، انقدر مبهمه که هر چی دلت بخواد میتونی از این، ببین همونجوری که مردم از حافظ میتونن هر چی در بیارن یا نوستردامس هر چی میتونن در بیارن، به من وقت بدی، من قدرت تخیلم خوبه، همین آیه رو بهم دادی من میتونم 10 تا ترجمه ازش در بیارم، همش هم کاملا با هم فرق داشته باشه، میتونم بیام تفسیر کاملا متناقض باید بدم. تو هم که میدونی که این کلم، این لغت های تو قرآن نقطه هاشو ا و همه ایناشو بعدا بهش اضافه شده، بعد میای خود تا میگی این ترجمه ها اشتباه است، اصلا این لغت ها میتونه کاملا اشتباه باشه. خب خیلی اومدن اصلا تحلیل کردن که اصلا معنی قرآن میتونه کاملا یه چیز دیگه باشه. اگه شما قرآن رو یک کانتکست مسیحی بهش بدین و زبانش به جای عربی ارامیک حساب کنین، عربیک نبود، چی بود اون زبانی که صحبت میکردن؟ نه یک بعد از ارامیک که چیزی بود تو عربستان صحبت میکردن که با عربی خیلی نزدیک بود، ولی با اون کانتکست اگه بیای نگاه بکنی اصلا خیلی از این آیه ها میتونه کاملا درباره یه چیز دیگه صحبت کرده باشه و خیلی از این آیه ها اصلا معنیش، مفهومش، معنیش بیشتر معنیدارتر میشه اگه با بیای این آیه ها رو و نقطه ها رو شجاش عوض بکنی و یک
اینو یک متنی حساب بکنی که اصلا اسلام نبود، یک مسیحیه زمان عربا رو حساب بکنی. سیریک، مرسی پویا جان، سیریک. خب یعنی شما اگه بیاین مطالعات جدید قرآن رو نگاه بکنی، تمام نقطه ها رو بردار، تمام اعها رو بردار و به جای اینکه اینو یه زبان عربی حساب بکنی، یک زبان سیریک حساب بکنی و به جای اینکه یه کانتکست مسیحی اسلامی بهش بدی، یه کانتکست مسیحی بهش بدی، میتونی اصلا یک قرآن دیگه بسازی که اصلا هدفش چیزی بود، معنیش چیز دیگه بود، دلیلش چیزی بود. این اصلا قرآن نبود، ممکن اصلا یک تکست متنی باشه که یک دعای مسیحی بوده قبلا، بعدن که شده باشه اسلام. همه اینا رو برو باید در نظر بگیری شما، ولی هر کسی میتونه، میدونی الان هنوزم تازه نتیجه گیریایی که داره الان میشه درباره این موضوع خیلی جدیدم هست. اینا خیلی موضوعای پیچیده ایه. اینجوری نیست که ما بیام بشینیم بگیم که به نظر من اینجوری اونجا اینجوری استفاده شده، برای همین اینجا هم اینجوری استفاده شده، پس نمیتونی این منظورش این باشه که برای اینکه نقضش باشه. تو اصلا نمیدونی که این ببین، ما الان اصلا نمیدونیم که اسلام اصلا تو زمان عرب، زمانی که مسلمان ها دارن میگن که محمد تو عربستان بوده، ما اصلا نمیدونیم که اصلا موقع اسلام وجود داشته یا نداشته. خب ما الان تئوری های جدیدی که داره میاد اینه که اصلا اسلام سالها بعد به وجود اومده، اصلا عربا مسلمان نبودن وقتی که از عربستان اومدن بیرون. خب یعنی این متن کاملا میتونست اصلا موضوعی یه موضوع دیگه داشته باشه که بعداً استفاده شده برای یه دینی که ساختن، برای اینکه برند، یه برندی بدن به این امپراتوری که جدیداً ساختن. با این من هیچ کدوم این حرفایی که تو گفتی رو نقض نمی‌کنم. مثلا میگم شاید اصلا خدایی وجود نداشته، شاید اصلا قرآن دست ساخته بشره، شاید هزار تا چیز دیگه. مثلا میگم شاید اصلا محمدی وجود نداشته واقعا، شاید علی وجود نداشته، شاید همه اینا یه بازیه که ما داریم. مثلا کاری به اونا ندارم، من فقط میگم اینی که الان جلوی منه، این متنی که الان گذاشتن جلوی من، بالاخره هم من، همون مترجمایی که تو گفتی، هم چه میدونم، هم آیت اللهی که تو ایران هستن، هممون الان داریم در مورد یه متن حرف میزنیم. ما داریم هممون در مورد یه متن، در مورد تفسیر یک متن، در مورد برداشت از یک متن داریم حرف میزنیم. من میگم تفسیر پذیر اون کسی که اون قرآن... کسی اصلا کاری ندارم. من میگم اصلا یه چیز دیگه، من میگم اون کسی که الان نشسته چه توی قم چه توی آمریکا و این متن رو ترجمه کرده، غلط ترجمه کرده. چرا غلط ترجمه کرده؟ من میگم توی یه آیهش، توی آیه 24ش میگه که آقا محسنات بر شما حرامه، آیه 25ش میگه که اگه میخواید برید با محسنات ازدواج کنید. بعد محسنات رو زن شوهردار ترجمه کردن، همه، یعنی همه مترجمه فارس. شر... ببین گفته فارس توی هم... شر... من میگم اصلا نگفته شرایطی، اصلا نگفته، گفته که برید شرایطش رو گفته، خود بخونش متنو. تو داری درباره قرآن صحبت می‌کنی، ما داریم درباره اسلام صحبت می‌کنیم. خب اسلامی که ما داریم درباره صحبت می‌کنیم توی کانتکستی وجود داره و اون تو کانتکست حدیث و روایات دیگه اون کانتکست ساختگی خودت هم می‌دونی. تو اون همش ساختگیه، خود قرآن هم ساختگیه. خب همش ساختگیه، معلومه که ساختگیه. ولی ما با اسلامی که کار داریم، ما قرآن رو توی یک خلأ ترجمه و تفسیر نمی‌کنیم. خب من خودم قبول دارم که این قرآن متن اولیه که نوشته شده، احتمالاً منظورش اکثر این ترجمه ها منظور اولیه اون متن اولیه که نوشته شده ممکنه نباشه. خب برای اینکه ما اصلا نمی‌دونیم نقطه ها رو درست گذاشتن یا نذاشتن، اون موقع اصلا عربی نقطه و اعو نداشته. خب ولی ما چیزی رو که میایم تحلیل می‌کنیم قرآنیه که اسلام بعدها ساخته، حتی اگه منظور متن اولیه یه چیز دیگه باشه، توی کانتکستی که حدیث و تفسیر و اینا هم وجود داشته و یه تاریخ طبری و چیز دیگه هم وجود داشته. خب ما این همه اینو با هم اسلام میدونیم. خب تو میگی این اسلام نیست. خب من اگه میخوام میگم اگه تو میخوای فقط قرآن رو نگاه بکنی و بقیه اسلام رو بذاری کنار، این متن غیر قابل تفسیر میشه. خب مخصوصا اگه بیای تاریخ این متن رو پیدا کنی که اصلا از کجا داره اومد، اصلا ممکنه یه چیز کاملا دیگه ای باشه. خب یعنی تو اگه حدیث و همه چیز رو بذاری کنار، با یک متن که توی خلایی داری بهش نگاه میکنی که اصلا غیر قابل کاربرد، غیر قابل استفاده، غیر قابل تفسیر و کاملا بی ارزش میشه. خب یه اشتباهی که میکنی یه چیزی هست. باش اگه میخوای باش حرف آخر کوتاهش میشه، حرف آخرم میشه این که برعکس این که میگی، بعضی از جاهایی که توی قرآن هست کاملا، چون من چیزش هم خوندم، یعنی اینجور نبوده که از اول فقط قرآن رو قبول داشته باشم، یه زمانی حدیث رو هم قبول داشتم مترجم. باش سریعترش میشه این که یه سری از آیه قرآن هست که اتفاقا تمام ایراداش و تمام اشتباهاتی که ما از اون برداشت کردیم فقط ناشی از این بوده که ما
برگشتیم به چیزی که به اسم تاریخ حالا یا شأن نزول وجود داشته. یعنی نیست که ما فقط شأن نزول اتفاقا راهنمایی بکنه، بعضی جاها اتفاقا باعث شده که از متن بد برداشت بشه. مجبور بودن به خاطر اینکه بدون اون تاریخ و حدیث این قرآن هیچ مفهومی نداشت. خیلی خب، من بریم فعلا. باش من وقت دادم بریم فعلا. بیشتر از همه وقت دادم. باش فعلا، خدا حافظ.